کشته شدن حسن نصرالله و واکنش شما به این خبر. خانم آقایان، درود بر شما. آریان ریسباف هستم، میزبان شما در این برنامه روی خط. در پی حمله ارتش اسرائیل در روز جمعه ششم مهر ماه به حومه بیروت، به محلی که ستاد فرماندهی مرکزی حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، معرفی شده بود، حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و برخی دیگر از افراد همچون عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشته شدند. در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از تایید خبر کشته شدن دبیرکل حزب الله لبنان 5 روز عزای عمومی در سراسر ایران اعلام کرده، بسیاری از کاربران و اعضای خانواده‌های دادخواه در شبکه‌های اجتماعی ضمن ابراز شادی آرزو کردند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به سرنوشت مشابهی دچار شود. در برنامه روی خط امشب، همونطور که در ابتدا هم عرض کردم، از شما میپرسیم واکنش شما به کشته شدن حسن نصرالله چیه؟ 201-312-248-0271 و 201-312-248-1964 شماره های همیشگی ماست. یه تماس کوتاه بگیرید، همکارانم بلافاصله با شما تماس میگیرن که هزینه رو متقبل نشید. یه شماره واتساپ هم یه 10-12 روزی هست که به شما معرفی میکنیم. تا پیش از شروع برنامه، یعنی تا 1 دقیقه پیش، میتونستید ویدیو و نظرات صوتیتون رو اونجا برای ما بفرستید، اما از این لحظه به بعد شماره تماستون رو فقط بفرستید. این شماره قابلیت این که باش تماس بگیرید رو نداره و ما تماسایی رو که گرفته میشه نخواهیم دید. 201-202-549-5470. با یک کامنت شروع کنم و بریم سراغ خطایی که خیلی سریع دارن پر میشن. امروز ما قرار نبود برنامه داشته باشیم، اما این ویژه برنامه رو به دلیل خبر کشته شدن حسن نصرالله داریم. فردا هم ما برنامه خواهیم داشت، از الان حالا سوژهش رو هم اعلام خواهیم کرد، اما بدونید که فردا هم برنامه خواهیم داشت. داریوش از ایران نوشته: درود بر شما، من به شخص مرگ انسانها رو دوست ندارم، ولی تروریست ها باید از بین بروند. در ضمن به قول توماج، همه تروریست ها باید سوراخ موش بخرن، مثل خامنه ای که جنایت کرده و الان رفته در سوراخ موش. بریم به سراغ آقای علی از ایران. درود بر شما، بفرمایید آقای علی. سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب و احترام. خب میتونم نظر خودم رو بگم، یعنی که قطع نمیشم؟ من این قراره که نظر کسی دیگه ای رو هم بگید شما. خب بعضی موقع باید تعریف کنیم خودمون رو. اصلا خودتون رو تعریف نکنید، اینجا صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست، اینجا صدای آمریکاست و شما بدون هیچ گونه سانسوری، مادامی که اطلاعات غلط منتشر نکنید، که کمتر دیدیم شما این کار رو بکنید، جان از بینندگان پرپاقرص ما هستین و فحاشی هم که اصلا هیچ وقت شما نمی کنید. بفرمایید. خب ببینید، در سخنرانی های سازمان ملل تمام کشورهای منطقه سرانشون نسبت به اسرائیل در واقع نظر خیلی بدی داشتن، مخصوصا آقای اردوغان، آقای نخست وزیر پاکستان. یعنی میتونیم پله پله با هم جلو بریم آقای علی؟ یه لحظه میخوایم پله پله با هم جلو بریم که خدای نکرده من شما رو قطع نکنم. ببینید، اطلاعات غلط یعنی همین. شما میگید تمام کشورها اسرائیل رو محکوم کردن، هرگز همچین اتفاقی نیفتاده. تمام کشورهای منطقه خاورمیانه. بفرمایید. آره، کلمه منطقه رو حذف کردید شما نگفتید کلمه منطقه رو. حالا بفرمایید.
حالا بعدا ضبط رو نگاه بکنید. ببینید تمام کشورهای منطقه خاورمیانه نسبت به اسرائیل و عملکردش در غزه بسیار عصبانی بودند و در واقع از سازمان‌های بین‌المللی خواستند که جلوگیری بکنه از کشتار مردم، یه چیز طبیعی بود. و در خصوص عملکرد اسرائیل در اونجا، همین الانش هم F-35 لاکید مارتین با بمب آمریکایی اون منطقه‌ای رو که شما گفتی زده و نابود کرده. خب این اطلاعات کجا منتشر شده؟ باز دوباره بذاریم با هم یه لحظه قدم به قدم بریم جلو. کجا گفته شده که F-35 آمریکایی ساخت شرکت لاکید مارتین بوده که اون منطقه رو بمباران کرده؟ خب ببینید، من که خودم که نمیرم رصد بکنم، آفرید. ببینید همینجا آقای علی، ببینید اطلاعات غلط همینجاست دیگه. شما منبعی رو ندارید ولی اطلاعاتی رو روی خط برای میلیون ها آدم اعلام میکنید. خب شما باش میگیم هواپیماش رو من اشتباه کردم، بمبش رو هم اشتباه کردم. اینها 40 ثانیه دیگه هم فرصتتون تموم میشه ها، میخوایم به همه برسیم. آره خب ببینید، در واقع موقعی که تمام کشورهای منطقه اکثریت قریب به اتفاقشون جنایت و نسل‌کشی در غزه رو محکوم میکنه، یعنی اسرائیل تروریسته. و چرا میگن که تروریستا دارن از اوراق موش قایم بشن؟ اسرائیل به صورت تروریستی رفته لبنان رو زده، به صورت تروریستی داره غزه رو هم نابود میکنه، به خاطر اینکه میخواد اون منطقه رو پاک بکنه برای حضور. آنچه در هفته اکتبر رخ داد چی؟ اون تروریستی بود؟ اون کار بله، اون چیزی که در هفته اکتبر حماس رقم زد در اسرائیل، اون تروریستی بود؟ ببین هفته اکتبر مثل هولوکاست متاسفانه نتیجه یک کارما بود، یعنی عملکرد خود اسرائیل یا در واقع افرادی که قوم یهود رو تشکیل میدن کاری کردن که به اونجا رسید. متشکرم از شما. سپاسگزارم از شما. در پیغام هایی که دادید بسیار چیزها هم نوشتید، حالا خطاب به خود من هم نوشتید، هیچ اشکالی نداره. گفتید ایشون مثل موسولینی من رو سانسور میکنه. امروز دیدید که من شما رو سانسور نکردم و اتفاقا بیشتر هم به شما وقت دادم. بریم سراغ خانم یاسی از سوئیس. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما و بر همگی. من روی سخنم اول با این آقای علیه. آقای علی، آخه شما که اطلاعات نداری، مگه آخه چی ناراحتت میکنیم که اینش اراجیف بگی؟ اولا اینکه طور خدا فقط فروش و ناسزا میگی. نه من اهلی هم برنامه ها نیستم. آخه ببینید، من اون شنونده هم باید عاقل باشه. آخه ببینید، اولا که این مسئله اسرائیل، من کاری نه به اسرائیل دارم نه به ایران نه به اون. اولا اسرائیل شده یه حزب الله تشکیل بشه در ایران، اگر داده بود شما چه میکردید؟ اگر نتانیاهو یک حسن نصرالله در ایران درست میکرد، ایران چه میکرد؟ اینا بگید. اون ببینید یک خاکی به اینا دادن، هزار نفر هم سرشون هستن. میخوام ببینم 32 ساله الان وقتی که حزب الله اومده، از خمینی شروع کرده رو حمایت کرده تا الان. آقای علی میدونی چه خرجی اونجا کردن؟ اولا اگه جنوب لبنان رفته باشین شما، قبلا یه دهاتی بود که خونه های کاگلی داشت. بعد اینا طرح اروپا درست کردن، بیمارستان، مدارس، دانشگاه، نمیدونم فلان. یک خرجی، یکی از مصاحبه کنندهاشون یه خانم بود که سه بار خونش راکت خورده بود، گفت من از آقای خامنه ای تشکر میکنم که من این خونم رو سه بار ساختم و بچه هم یاسی جنبندی هم میفرمایید در 20 ثانیه. بله 830 دلار دارن حقوق از آقا میگیرن. آقا یعنی خجالت بکش، ما کاری به نسل کشی اسرائیل نداریم که حالا محکومش بکنن یا نکنن. به ما چه مربوطه؟ ما تروریست تشکیل بدیم برای کشور دیگه؟ به ما چه مربوطه 46 سال ما بکشیم مردم خودمون رو برای اونایی که الان در معدن کشته شده باشن از عموم اعلام نکنیم، برای حسن نصرالله اعلام بکنیم؟ به ما چه مربوطه که کشور ما نابود بشه به خاطر دیگران؟ ما این تروریست‌ها رو چطور از مملکتمون خارج کنیم؟ اگر ما اینا رو خارج کنیم نسل کش حساب نمیشیم؟ میشیم یا نمیشیم؟ جواب منو بدید. اینا رو ما چطور از مملکتمون خارج کنیم با 43 سال خون و خونریزی؟ با تشکر. ممنونم از شما خانم یاسی. محمد سهیلی نوشته از صمیم قلب خوشحالم و درود بر فرزندان موسی
شین فلاحتی نوشته ناله های مادران ایران داره جواب میده. کاربری به نام ویلیام هم نوشته خوشحال شدم، امیدوارم زودتر مرگ خامنه‌ای و سقوط این حکومت رو ببینیم. البته همه اینها سیاسته، ولی امیدوارم فرهنگ آزاد به قول اینا غرب پیروز بشه. اینم نظر ایشون بود. بریم سراغ خانم رافعی یا رفیعی از ایران. سلام. درود بر شما. ببخشید میخواستم بگم که علی آقا تو نمیتونی ما خوشی ما رو امشب از بگیری. ما خوشحالیم، خدای خوشحالیم، نه تنها ما خوشحالیم، تو همون لبنان و سوریه و عراق و فلان همه دارن شادیم. یه سوال از شما بپرسم اصلا نگید از کدوم شهر ایران تماس میگیرید، فقط میخوام بگم حال و هوایی من که گیلان. الان من گیلانم از گیلان هستی. در گیلان حال و هوا چطوره؟ از این در این چند ساعتی که کشته شدن حسن نصرالله تایید شده واکنش مردم چی؟ ببین خدا شاهده به عروب خاک پدر مادرم، اصلا تمام سر میدون رفتم مردم همه شادی میکنن، تمام تو ماشین میشینیم همه خوشحالن، هر خوشحال میگه انشالله که روزی بشه خامنه‌ای رو بکشن. ما از کشتن خامنه‌ای ما خوشحالیم. آیین سپهر، اطلاعاتی ها، اونایی که دارن جنایت میکنن، شما نگاه کن هیچ کس برای شما اشک نمیده دو فردای دیگه. شما جنایت کردین همه به خاطر پول، پول چطور تروریست ها میرن مردم تو کشورهای دیگه میکشن، پول انبوه میگیرن، اینجا هم همینطور. هیچ کس برای خامنه‌ای دل نمیسوزونه، همه به خاطر پوله. دو ما به اینا حقوق ندن، ببین کسی برای اینا دل میسوزونه؟ متشکرم از شما خانم رافعی. من خوشحالم. این صدای یک بانویی است که از گیلان تماس گرفته و داره قسم میخوره به ارواح خاک پدر و مادرشون که خدا رحمتشون کنه و میگن همه شادن در خیابانها و همه دارن شادمانی میکنن برای مرگ حسن نصرالله. بریم یکی دو تا از پیغامامونو ببینیم. یک دنیا ویدیو و صوت هم برای ما فرستاده شده، بریم چند تاشونو ببینیم برگردیم. بالاخره لحظه‌ای که خیلی ها در انتظارش بودیم از راه رسید. سید حسن نصرالله هم دیگه نیست. سایه شومش که سالها خاورمیانه رو درگیر جنگ و ترس کرده بود کنار رفت. دیگه خبری از تهدیدها و سیاست‌های خشونت‌آمیزش نیست. انگار هوای منطقه سبکتر شده و باری بزرگ از روی دوش مردم برداشته شده. این لحظه نوید بخش پایانی بر یک دوره تاریک و آغازی برای روزهایی که امید و آزادی جای ترس و کینه رو بگیره. امروز شاید اولین قدم به سمت یک خاورمیانه آزاد و آروم باشه، جایی که مردم بتونن رویای زندگی بدون وحشت رو تحقق ببخشند. ممنونیم از نتانیاهو و تک تک سربازای دلاور اسرائیلی، دستتون رو میبوسیم، دل یه ایران رو شاد کردید. انبوهی از کامنت ها داریم که ابراز شادمانی میکنن. دو تا کامنت داریم که مخالف هستن، اتفاقا همون دوتا رو هم میخونم. سلیمان سنجدره یا سنجدره از ایران نوشته من از کشته شدن حسن نصرالله خیلی ناراحت شدم و این پیام رو برای اسرائیل میگم که ما مسلمان ها انشالله به یاری خداوند بزرگ پیروز هستیم. بریم سراغ خانم فاطمه از تهران. عرض ادب و احترام. با عرض سلام. درود بر شما، بفرمایید. خیلی ممنون. وقتی تو خاک کشور خودمون مهمونی که رئیس بلندپایه حماس بوده رو میزنن، اونم بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهوری، دو ماه اندی منتظر عواقب شده اسرائیل و همه رسانه ها حرف از انتقام سخت میشد، هیچ خبری هم از هیچ جایی نشد. اسرائیل مطمئن شد که هیچ انتقامی در کار نیست و کمر به ترور تمامی رهبران حماس و حزب الله زد و کماکان هیچ عواقبی هم در کار نیست و ما باید دیگه منتظر بمونیم که دفعه بعدی نوبت ماست یا نه. رهبر حزب الله رو الکی نزدند،
32 سال در حفاظت کامل بوده، چطور یه دفعه این اتفاق افتاده؟ یه جاسوسی که داخل خود حزب الله نفوذ داشته باعث این عملیات شده. اسرائیل تمامی خطوط قرمز رو رد کرده، حتی خیلی بیشتر از خطوط قرمز رو رد کرده. پس حکومت کی میخواد اقدام کنه؟ تا کی روز خود؟ تا کی 22 بهمن؟ تا کی 13 آبان مردم بیان خیابون بگن مرد بر آمریکا، مرد بر اسرائیل؟ خب امام حسین مگه الان زنده بود و تو فلسطین بود، شما هیچ کاری جز شعار دادن نمی کردین. تا کی شعار؟ تا کی مرد بر اسرائیل؟ اسرائیل یه بم میزنه، تمام فرمانده های ارشد رو میزنه، ولی حکومت هزاران بم میزنه، حتی جرئت نمیکنه یه فقط یه سرباز اسرائیلی رو زخمی کنه، چون میدونه اگه سرباز اسرائیلی رو زخمی کنه ایران زیر بمبای اسرائیل دفن میشه. چرا هزاران بمب رو با سرمایه ملت هدر میدید؟ تمامی سرمایه مملکت رو صرف حزب الله کردی. در آخر هم وقتی حزب الله به صورت رسمی به جنگ با اسرائیل تنداد، جمهوری اسلامی پشت حزب الله رو خالی کرد. الان هم جز یه تسلیت گفتن و محکوم کردنی که هیچ ارزشی نداره. این اقدام هیچ اقدامی نمی کنه. محکوم کردن چه ارزشی داره؟ اگه مردم میدونی، اگه مرد میدون هستید عمل کنید. جنبندی میفرمایید خانم فاطمه لطفا، چون که دیگه جز متسک بازی کار دیگه نیست. بری خیابون بگی مرد بر اسرائیل و مرد بر آمریکا، هیچ ارزشی نداره. متشکرم از شما خانم فاطمه از تهران. بریم شیراز، جایی که خانم الهام با ما همراه شدند. درود بر شما. سلام علیکم. عرض ادب و احترام بفرمایید. ما از شهید جنایت کاری که خدا بهش داشت خیلی خوشحالی. شهید سلیمانی، این روح الله، خیلی خوشحال شدیم. یعنی حسن نصرالله منظورتونه؟ خامنه‌ای، بله بله، خامنه‌ای از طرفش تا هفت سلاح قایم شده، فکر میکنه خیلی زرنگ هست. والا با قرآن ما خیلی خوشحال شدیم که شهید از نصراللهی از رو زمین برداشته شد. تمام جان پدرم، یعنی بله خیلی خوشحال شدیم. دست رئیسی دست چی درد نکنه اسرائیل، که واقعا این شکل ما وارد کردن خوشحالی پرده رو بودیم. متشکرم از شما خانم الهام از شیراز. واقعا دست اسرائیل درد نکنه. متشکرم از شما. بریم یکی دو تا از کامنتارم بخونیم. لیلا اکبری نوشته چه سوالایی میکنی؟ نظر ما جز شادی و شادمانی آخه چی میتونه باشه؟ کوروش زنگنه از ایران نوشته به نظرم این کشته شدن‌های پی در پی عوامل جمهوری اسلامی در منطقه ضعف و یک پوست‌اندازی در معادلات منطقه است. ضعف جمهوری اسلامی و یک پوست‌اندازی در معادلات منطقه است. استارتش از حمله 7 اکتبر شروع شد، پایانش در تهران رقم خواهد خورد. آقای فدایی از ایران هم نوشته این شخص از زمان شورش، حسن نصرالله منظورشونه، این شخص در زمان شورش 57 به اتفاق تروریست‌های دور دیده از لبنان و سوریه به ایران اومده بودند، بسیاری مردم ما رو به خاک و خون کشیدن، دست مریزاد جناب نتانیاهو. اون دومین کامنتی هم که گفتم که مخالف بوده اینه. سید جاوید سادات از ایران نوشته در ارتباط به بحث امشبتون باید خاطر نشان کنم که کشورهای اسلامی نباید برای مقابله با رژیم ناقض حقوق بشری اسرائیل ساکت باشن و منتظر تهاجم اسرائیل به کشورهاشون باشن. و اسرائیل برای سرنگونی اونها از همه امکانات خودش استفاده میکنه و کشورهای اسلامی رو برای مسلمانان این دنیا جهنم کرده. بریم ببینم کی از واتساپ با ما تماس گرفته. آقای محمد از کرج شماره شون رو در واتساپ برای ما نوشتن، ما بهشون زنگ زدیم. آقای محمد از کرج، عرض ادب و احترام. سلام علیکم. درود بر شما، نظر شما رو بشنویم. خسته نباشید. متشکرم. عرضم به حضور شما، الان آهنگ این توماس خیلی میچسبه به آدم. ما که خیلی شاد شدیم سوراخ موش بخر، اما اینا اگه سوراخ موش هم بخرن نتانیاهو، آقای نتانیاهو پیداشون میکنه. بنده خدا نمیدونم کجا برن. آقای محمد، آقای محمد، دست و بازوی نتانیاهو هم میبوسم. شما از کرج تماس گرفتیم، میخوام اینام حال و هوای کرج رو شما بدون واسطه، بدون هیچ گونه ملاحظه، هر طوری که بود میشه برای ما روایت کنین. مردم عکس العملشون چی بود به کشته شدنه
سید حسن نصرالله. والا به خدا قسم، به خدا قسم، همه شاد، همه شاد. یعنی اگه هر گوشه بیابونی هر جایی می‌بینن یه چیزی پیدا میکنن، مشروبی پشروبی چیزی دور هم بگو بخند، شاد و سرخوشم. متشکرم از شما. صدای یک شاهد عینی از کرج. بریم بازم از واتساپ شمارهشون آقای کوروش برای ما فرستادن از ایران. عرض ادب و احترام آقای کوروش. خیلی صاف، درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. خیلی صاف، در رابطه با این آهنگ توماس صالحی سوراخ موش بخر، اینا حتی تو سوراخ موش هم برن، اسرائیل با این اطلاعاتی که داره پیداشون میکنه. این آهنگ دیگه تقریبا من فکر میکنم قدیمی شده. بعد یه بحث دیگه هم هست، قدیم هالیوود فیلمای افسانه‌ای میساخت، بعد میومدن از روی فیلمای افسانه‌ای چیزایی میساختن، یعنی به واقعیت میپیوند. بله. الان از روی کارهایی که اسرائیل خود این دو هفته انجام داده باید برن فیلم بسازن تو هالیوود. به قدری اینا دقیق اطلاعات دقیق دارن و مردم قرشش میری خوشحالن، ولی به خاطر اون خفقانی که تو این مملکت هست میترسن شادی بکنن. وگرنه اگر این مسئله ترس نبود ایران سراسر شادی بود امشب. موفق باشید. خیلی ممنونم از شما، متشکرم که کوتاه گفتیم. خواهش میکنم در این 7-8 دقیقه پایانی برنامه همه تو یک دقیقه بگن تمام خطا پر، بسیاری هم پشت خط هستند. آقای شهبازاده از ایران، درود بر شما، بفرمایید. با عرض سلام. عرض ادب و احترام، بفرمایید. ما که خیلی خوشحالیم تو ایران، همه هم که میگن راست میگن، همه خوشحالن تو ایران. بسیار سپاسگزارم از برنامه. مرسی از شما که اینقدر کوتاه گفتیم. بریم سراغ آقای مجید از تهران. ایشون هم در واتساپ شمارهشون رو برای ما فرستادن. آقای مجید عرض ادب و احترام، نظر شما رو بشنویم. سلام عرض احترام، خسته نباشید. متشکرم. نظر شما چیه در مورد کشته شدن سید حسن نصرالله؟ در واقع نظر من اینه که فعلا که آقای حسن نصرالله بعد هر نام و هر عنوانی که یاد میشه کشته شده، بعد هزاران نصرالله دیگه میاد، بلین ها نصرالله دیگه میاد. نگرانی من در واقع در مورد این مردمیه که در این حملاتی که بازم ادامه دارن آسیب میبینم. خب این طبیعیه که ادهی طرفدارشه غمگین میشه که چرا مثلا از دنیا رفت، ادهی هم مخالفشه خوشحال میشه. خب این مردم بیدفاع چی؟ تا جایی که در خبرها منتشر شده آقای مجید عزیز، تا جایی که در خبرها منتشر شده مقر فرماندهی در واقع حزب الله تا اونجا که من در خبر دیدم مورد حمله قرار گرفته و به صورت نقطه‌ای هم این حملات انجام میشه. شما میفرمایید که ولی حزب الله یک تفکره و با رفتن حسن نصرالله صدها یا دهها فکر میکنم گفتید نصرالله دیگه به وجود میان، درست متوجه شدم؟ بله، منظور من اینه که حالا من کلن حرف میزنم، آدم نمیشه جزئی صحبت کنه. متشکرم از شما. نظر من اینه. ممنونم. بریم سراغ آقای اسفندیار از لرستان. ایشون هم در واتساپ شمارشون رو برای ما فرستادن. آقای اسفندیار خیلی کوتاه نظر شما رو بشنویم. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما و درود بر جناب آقای نتانیاهو دلاور مرد اسرائیل، و میبوسم اون دستی رو که اون ماشه اون سلا رو فشار داد و این هیولا رو از بین برد. آقای اسفندیار، حال هوای مردم لرستان امروز چگونه بوده؟ بدون واسطه میخوام از شما بپرسم. یعنی فرصت نمی کنم جواب تلفن بدم، جواب پیام بدم، پیام تبریک، تلفن مرتب، اصلا همه شادم. منتها شهر ما شهر کوچیکیه که خودی مثلا نمیتونن در اواکین عمومی سکنن، ولی همه خوشحالن، همه شاد. متشکرم از شما جناب اسفندیار از لرستان زیبا. بریم به سیرجان، جایی که آقای محمدی فکر میکنم برای نخستین بار
ما صدای ایشون رو میشنویم، شمارهشون در واتساپ برای ما فرستادن. آقای محمدی، حال و هوای سیرجان چطوره و نظر شما چیه؟ من ریسپاف هستم. صدای تلویزیونتون رو میشه کم کنید که ما صدایشون آقای محمدی من. عزیز سلام آیریسون، درود بر شما. صدای تلویزیونتون رو کم کنید، با من از طریق گوشی صحبت کنید. آیریسون حالا ابو سیرجان خیلی تا خیلی بعد است. بعد می‌خواستم یه چیزی خدمتتون عرض کنم آقا. بله بفرمایید، میشنوم. می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. خب متاسفانه، آره متاسفانه دارید از تلویزیون گوش میدید، نخستین بار هم بود با ما تماس میگیرید. فردا با ما تماس بگیرید، در روزهای آینده از طریق گوشی باید با ما صحبت بکنید نه از طریق تلویزیون. بریم سراغ آقای کوروش از خوزستان. آقای کوروش، عرض ادب و احترام. سلام، خسته نباش. متشکرم. آقا من دو تا سوال دارم کوتاه. جونم من میخوام از این بیهمی کسان سوال کنم که چجوری شد برای آقا این روز عزا عمومی اعلام کنم. توجه کردی آقا؟ بله بله. ولی برای کسایی که تو تبست پنجا نفر از همکاران از عزیزان خودمون مردن رفتن زیر خاک، یکی بهشون تسلیت نکن. آقای کوروش، بخش بزرگی از پیغام هایی که ما دریافت کردیم ناراحتی و خشم و عصبانیت مردم بود از اینکه چطوری میشه که برای اون کارگرانی که در معدن مردن یک روز، فرد بیگانه، برای فردی که چه سال تمام هزینه این مملکت خشم شد. عزیز جان، سوال دومتون چی بود؟ قربونتون برم. قربونت برم، من همینو. 40 سال تمام هزینه این مملکت تجور شد. الان شما بیرین جنوب که سرمایه این مملکت تو جنوبه، ملت تو سر و بدبخت برای زندگی میکنن. توجه کردی آقا؟ بله بله، متشکرم از شما آقای کوروش از خوزستان. چیزی که بسیاری از بینندگان نوشته بودن در پیغام ها و به خصوص چندین و چند، شاید مثلا 9 تا پیغام صوتی هم فقط در این مورد داشتیم که چطوری میشه کارگرانی که در معدن بودن کشته شدن، یک روز عزای عمومی اعلام نشد برای شخصی غیر ایرانی که این همه هم براش هزینه شده، 5 روز عزای عمومی اعلام میشه. بریم سراغ آقای ادوارد از کرج. ایشون هم در واتساپ شمارشون برای ما فرستادن. آقای ادوارد جانم سلام، عرض ادب و احترام. شما اسمتون رو به عنوان مستعار گفتین ادوارد یا نه از هموطنان ارمنی و آشوری هستین؟ درست بودن. بفرمایید بفرمایید، اسم مستعار بفرمایید. والا ما از خوشی شدن همین نظرالله خیلی خیلی خوشحالیم، برای اینکه مردم عزیز به خاطر همین خیلی خوشحالم. دلت شدن که پول بیزبون مردم ایران را میبرن میزن به اونجا، برای اینکه بقای حکومت خودشون مردم اینجوری سر میدونن که با گل مره بیر به اونجا بشابن بخورن، مردم رو قدر بدبخت بیدنن اینجا با گرونی و با بدبخت باز سر کنن. متشکرم از شما آقای ادوارد از کرج، سپاسگزارم از شما. و باز هم شرمنده بسیارانی شدم که پشت خط هستند. پیغام‌های ویدیویی خیلی زیادی هم داشتیم که اونها رو هم نتونستیم پخش کنیم، کامنت‌های زیادی بود. پیغام‌های صوتی امروز خیلی خیلی دریافت کردیم، بسیارشون برای اولین بار بود که با برنامه خودشون تماس می‌گرفتن. فردا هم ما باز هم ویژه برنامه خواهیم داشت، امیدوارم بتونیم وقت برنامه‌مون رو بیشتر کنیم که تا این میزان من شرمنده مهر و محبت شما به برنامه خودتون روی خط نشم. سپاسگزارم از شما که برنامه روی خط رو دنبال می‌کنید. قرار ما فردا شب ساعت 10 شب
به وقت ایران در برنامه روی خط از صدای آمریکا. این شماره ما را هم در واتساپ حواشو داشته باشید و بیشتر از اون طریق نظراتتون رو و ویدیوهاتون رو ارسال کنید. سپاسگزارم که خیلی دیرم اعلام کردیم، این همه استقبال کردید از برنامه امشب. خودتون روی خط، شب و روزتون خوش. صدای آمریکاست.